از دشت‌های هموار و ناهموار وسیع و تپه‌های پراکنده مناطق بیابانی تا خشک‌ترین و خشن‌ترین زیستگاه‌ها و از مناطقی با تابستان‌های بسیار گرم و زمستان‌های بسیار سرد تا استپ‌های کم حاصل با گیاهان نچندن خوشخوراک. یکی از سرسخت ترین و باشکوه ترین جانوران ایران زندگی می کند. جانوری با پیشینه تاریخی زیاد که روزگاری در بسیاری از بیابانها و استپ‌های مرکزی ایران یافت می شد. جانورانی که روزگاری تنها شیرهای بیشزار توانایی روبرو شدن و شکار آنها را داشتند و جانورانی که زمانی دشتها در زیر سمانها به لرزه می افتاد. جانوری به نام گور. گورهای ایرانی یکی از جانورانی هستند که قادرند در دشت ها و تپه ماهورهای مناطق بیابانی و استپی ایران زندگی کنند. زیستگاه هایی که بخش زیادی از سرزمین ایران را در بر می گیرد و شامل غالب دشت های وسیع و نسبتاً مرتفع باغ در میان رشته کوه‌های البرز و زاگرس تا مرز افغانستان، پاکستان و ترکمنستان هستند. این جانوران علفخوار بوده و برخلاف نشخوار کنندگان که معده‌ای چهار قسمتی دارند، دارای معده‌ای ساده هستند. آنها یکی از ساکنین قاره‌های آسیا و آفریقا به شمار می‌روند و برخلاف پسر عموهای آفریقایی خود که سطح بدنشان پوشیده از نوارهای تیره رنگ است، در گورهای آسیایی این نوارها وجود ندارند و رنگ بدن در اغلب آنها زرد مایل به قهوه‌ای است. روزگاری علاوه بر گورهای ایرانی، سه زیرگونه دیگر نیز در شمال شرق، جنوب شرق و غرب ایران یافت می شدند که در حال حاضر جز اندک باقی مانده ای از گورهای ایرانی، سایرین مدت هاست در ایران منقرض شدند. حتی تا اوایل دهه 60 نیز می شد گورهای ایرانی را در بسیاری از دشت‌های استان‌های تهران، سمنان، خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، فارس و حتی زنجان و قزوین مشاهده کرد. در حال حاضر تنها تعداد اندکی از آنها در دو منطقه بهرام گور و توران باقی مانده است. این جانوران بیشتر زمان خود را به تغذیه و گشت و گذار در دشت ها و تپه ماهور ها می گذرانند. آنها در حال چرا بسیار آرام و صبورند و توجه ویژه‌ای به محیط اطراف خود دارند. اگرچه رفتار تغذیه‌ای در گورها ممکن است ساده به نظر برسد، اما عوامل متعددی در شکل گیری این رفتار مؤثر است. مجموعه این عوامل متعدد را میتوان در نیازهای غذایی این جانور و کمیت و کیفیت غذای در دسترس آنها جستجو کرد.
در واقع نیازهای غذایی گورها به تناسب چرخه زندگی آنها و کمیت و کیفیت زیستگاه به طور فصلی و حتی از سالی به سالی دیگر در تغییر است. این تغییرات باعث به وجود آمدن تغییر در رفتار تغذیه‌ای، تغییر در رژیم غذایی، مهاجرت و در نتیجه تغییر چراگاه می شود. ماده گورها همواره توجه ویژه‌ای به کره‌های خود دارند و از آنها در مقابل عوامل تهدیدزای خارجی مراقبت می کنند. گورها پستاندارانی بزرگ جسه و علفخارانی با معده ساده یک قسمتی هستند. از این رو نیازهای متابولیکی آنها نسبت به پستانداران علفخار کوچک کمتر است. در منطقه حفاظت شده بهرام گور، هر ساله در محدوده زمانی ماه‌های فروردین تا تیر ماه برای قسمتی از جمعیت گورها پدیده مهاجرت اتفاق می افتد. تغییرات اقلیمی سالانه و وضعیت امنیت زیستگاه می توانند در زمان وقوع این مهاجرت بسیار مؤثر باشند. در سالهایی که بارندگی‌های مناسب و به موقع باعث روییدن فراوان قارچ‌های خوراکی می شود، فشار ناشی از برداشت این قارچ‌ها به وسیله مردم موجب ناامنی و جلو افتادن زمان مهاجرت می شود. همچنین در صورت وجود امنیت در مکانهای مقصد، مهاجرت گورها به منطقه اولیه کمی به تعویق می افتد. با توجه به وجود محرک‌های گوناگون در زیستگاه‌های گور ایرانی که معمولاً مربوط به فعالیت‌های انسانی در منطقه است، واکنش به محرک‌ها به صورت یکی از رفتارهای روزمره این جانوران در می‌آید که البته زمان مشخصی از فعالیت‌های روزانه گورها را در بر نمی‌گیرد و می تواند در هر لحظه و به محض وجود عامل تحریک اتفاق افتد. آنها مسیرهای معمول عبور و مرور انسان و وسایل نقلیه آنها را در داخل و حاشیه زیستگاه خود می شناسند. در صورتی که وسیله نقلیه انسان و یا دام از مسیرهای شناخته شده تردد نمایند،
گورها جز در فصول حساس حتی اگر در نزدیکی این عوامل قرار داشته باشند به فعالیت معمول خود ادامه داده و واکنش چندانی از خود نشان نمی دهند. اما فصول حساس در این زمان حواس گورها بسیار جمع تر است. آنها به تمام محرک‌های اطراف خود واکنش نشان می‌دهند. به محض حضور عاملی بیگانه در محیط پیرامون، اولین فرد از گله که متوجه تحریک شده است با حالتی سراسیمه به سمت عامل محرک برمی‌گردد. کاملا بی حرکت می ایستد. گوشهای خود را افراشته و موازی نگه می دارد و به دقت هرچه تمام به عامل تحریک خیره می شود. در این لحظه رهبر گروه برای بررسی بیشتر شرایط خود را جلوتر از بقیه قرار می دهد و روی موضوع متمرکز می شود. از این پس همه متوجه خطر هستند، اما هیچ واکنش فردی صورت نمی گیرد و در واقع همه گله منتظر واکنش رهبر گله می مانند. در صورتی که عامل تحریک چندان شدید نباشد، رهبر گله تا اطمینان از برقراری مجدد امنیت، گله را به همین صورت آماده نگه می‌دارد. پس از اطمینان از رفع خطر، فعالیت‌های عادی گله ادامه می‌یابد. در غیر این صورت، رهبر گله شروع به گریختن به سمت مخالف عامل تحریک می کند و گله بیدرنگ او را همراهی می کند. در این موقع مسیر حرکت گله به سمت گریزگاه است که معمولاً نزدیکترین تپه ماهورهای زیستگاه می باشد. ماده ها و کره ها به این تپه ماهورها یعنی گریزگاه بسیار وابستند و برخلاف گورهای نر فاصله زیادی از آنها نمی گیرند.
گریزگاه می بایست در حاشیه مرتع، چراگاه و منابع آبی قرار داشته باشد تا در صورت احساس خطر جانور بتواند به راحتی خود را به آن رسانده و در آن پناه گیرد. در جای دیگر در استان کرمان و در پارک ملی خبر نیز روزگاری می شد گله گله گورها را به هنگام چرا یا در حال دویدن مشاهده کرد. قسمتی از زیستگاه این جانور در پارک ملی خبر و حاشیه آن شامل دامنه های سرسبز، دشت ها، چراگاه ها و مناطق معتدل تا زمین های گرم سیری جنوبی می شد. منطقه ای زیبا با پوشش جنگلی بیشزار که گورها می توانستند در آن به غذایی مناسب و فراوان دسترسی داشته باشند. آنها نیز مانند گورهای سایر مناطق در دسته‌های کوچک یا بزرگ زندگی می‌کردند. زندگی در قالب گروه به آنها کمک می‌کرد تا بتوانند زودتر به خطر موجود در اطرافشان پی برده و واکنشی سریع نسبت به آن نشان دهند. گورهای خبر در حالت عادی در میان بیشه ها به چرا می پرداختند و در صورت اطمینان از بروز خطر به سرعت فرار کرده و خود را به داخل جنگل های حاشیه کوه می رسندند، جایی که دسترسی به آنها و حتی مشاهدهشان بسیار سخت تر بود. رفته رفته با غروب خورشید دسته گورها منسجم‌تر می شود و آنها خود را برای حرکت به سمت آبشخور و استراحت شبانه آماده می کنند. نباید فراموش کنیم که گورها تنها نماینده راسته فردسمان در ایران به شمار می روند و در روزگاری نچندان دور می شد گله های چند صد تایی تا چند هزار تایی آنها را در دشت های وسیع از این سرزمین مشاهده کرد و حال با بیمهری ما آنها غالب جمعیت خود را از دست دادند و تنها تعداد بسیار کمی از آنها در نقاط محدودی باقی مانده‌اند. نابودی اندک جمعیت باقی مانده از این جانوران
و خالی شدن عرصه های دشتی ایران از حیات جانوری بدون شک می تواند عامل مهمی برای سرفکندگی و خجالت همه ما باشد.